سلام، مخلص. حمید جوانشایی هستم. چند روز پیش داشتم فیلم اسنج رو برای چندمین بار نگاه می‌کردم که توی بخش معرفی شخصیت‌هاش، توی بخش تدوینش دیدم یه کار خیلی جذابی کرده و یه طراحی خیلی خاصی انجام داده برای اینکه معرفی کنه اون شخصیت‌هاشو. به نظرم خیلی جذابه که با هم دیگه ببینیم که این کارو چجوری تو برنامه پریمیر باید انجام بدیم و 0 تا 100 این کارو فقط از برنامه پریمیر استفاده کنیم. البته میشه یه عکسی از اون فریم بگیریم و توی برنامه فتوشاپ اون طراحی انجام بدیم و دوباره انتقالش بدیم توی برنامه پریمیر. ولی مهم اینه که ما دیگه چند تا برنامه استفاده نکنیم و 0 تا 100 کار رو فقط توی برنامه پریمیر انجام بدیم. بریم با هم دیگه سریع‌تر تو برنامه پریمیر تا بهتون بگم چجوری باید این کار رو انجام بدیم. خب همونطور که میبینید من فوتیجی که میخواستم و وارد تایملاینم کردم و یه سیکوینس برام باز شد. اولین کاری که میکنم اون بخش از فریمی که میخوام اون اینتروداکشن انجام بشه یا اون معرفی شخصیت انجام بشه رو اون قسمت رو پیدا میکنم روی فوتیجم. حالا به طور مثال مثلا من این قسمت رو انتخاب میکنم. کار بعدی که میکنم روی کیبوردم دکمه C رو فشار میدم و اینجا یه دونه کات میزنم و بعدش دکمه V رو روی کیبوردم فشار میدم و یه راست کلیک روی این لایه دومم میکنم. وقتی راست کلیک کردم گزینه اد فریم هولد رو میزنم. وقتی این گزینه رو میزنید شما دیگه یه تصویر ثابت دارید و مثل یه عکس میشه و اون فریم توی اون قسمت کاملا ثابت میشه. کار بعدی که باید بکنم از این لایه‌ای که ثابتش کردم یه کپی بگیرم. برای اینکه این کارو بکنم دکمه آلت روی کیبوردم فشار میدم و این لایه رو میکشم به سمت بالا. یه کپی ازش گرفته شد. حالا این کپی رو روش کلیک میکنم، انتخابش میکنم و میام توی بخش افکت کنترل. توی بخش افکت کنترل توی بخش اوپاسیتی با گزینه پن اطراف این سوژه رو کاملا ماسکش میکنم، سریع انجامش میدم برای اینکه بریم به مرحله بعدی تا بهتون بگم که چیکار باید بکنید. خب کار ماسک کردن ما تموم شد. همونطور که دیدید من خیلی سریع این کار رو انجام دادم، ولی حتما باید این کار به صورت دقیق انجام بدید و اطراف سوژهتون خیلی دقیق ماسک کنید و واسهش وقت بذارید. کار بعدی که میکنم همونطور که تو تدوین فیلم اسنچ دیدید، وقتی کاراکتر رو میخواست معرفی کنه کاراکتر یک زوم این میشد و سایزش بزرگتر میشد و توی تصویر بزرگتر میشد. برای اینکه این کار رو بکنم یک کی فریم توی این بخش اسکیل و پوزیشن هم میذارم. کی فریم اولمو میذارم اولش و کی فریم دوممو توی بخش دومش میذارم. چون اینجا خیلی لایه‌ام بزرگه سعی میکنم اول لایه‌مو یه مقدار کوچیک کنم. حالا کی فریم دوممو میکشم آخر لایه‌ام. خب حالا روی کی فریم دوممم اسکیلمو بزرگ میکنم و پوزیشنمو درست میکنم. همونطور که میبینید من وقتی بیام اول اون فریم همونطور که میبینید سوژه داره بزرگ میشه و به سمت تصویر میاد. حالا این سرعتش برمیگرده به اینکه شما چجوری میخواهید تنظیمش کنید. میتونید جلوتر کنید که این سرعت سریعتر این کار اتفاق بیفته یا آرومتر انجام بشه. خب وقتی که این کار رو انجام دادم تنها کاری که باید بکنم اینه که بک‌گراندم و یه تغییراتی روش انجام بدم که بتونم اون کارهایی که میخوام و طراحی که میخوام رو روی بک‌گراندم انجام بدم. برای این کار قبل از اینکه این کار رو انجام بدم یه نست از لایه بالایی میگیرم که از این به بعد اگر خواستم هر کاری روش انجام بدم خیلی راحت‌تر بتونم کارا و اون افکت‌های جدیدم رو انجام بدم. اولین کاری که میکنم برمیگردم روی لایه بک‌گراندم. لایه بک‌گراندم رو سیاه‌سفید میکنم که بتونم اون تغییراتی که میخوام و طراحی که میخوام روش انجام بدم. خب وقتی سیاه‌سفید کردم سوژه‌ام از بک‌گراندم یه مقداری جدا شد. حالا کاری که باید بکنم اینه که یه سایه اطراف سوژه توی همون ویدیو اسنچ اگه دیده باشید یه سایه سفید رنگ اطراف سوژه بود. حالا میخوام اون سایه رو به وجود بیارم. برای اینکه این کارو بکنم روی لایه بالای کلیک میکنم، میام توی بخش افکتم، اینجا سرچ میکنم رادیال شادو. رادیال شادو رو میکشم و روی لایه بالایی میندازم. همونطور که میبینید اینجا برامون آپشناش باز شد. من میخوام رنگ اون شادو یا رنگ اون سایه‌ام سفید باشه که مثل ویدیوی باشه. برای همین توی این بخش اول رنگش رو سفید انتخاب میکنم، توی بخش دوم اوپاسیتیش رو میارم بالا که اون سایه یه ذره پر رنگتر شه، رنگ سفید پر رنگتر شه. بخش بعدی برای تنظیم جای اون سایه‌ای که میخوام بذارم، حالا اگه میخواید این ورش بذارید من میخوام بشه دو طرفش باشه و اندازش تقریبا مساوی باشه.
آپشن بعدی میتونید اندازه اون سایه رو تنظیم کنید که چه مقداری از سوژتون بیرون تر باشه یا یه مقداری بخواید اندازش کم و زیاد کنید. توی این بخش میتونید تنظیمش کنید. من روی گزینه 4 میذارم که خیلی بزرگ نباشه. خب من کارم اینجا تمام شد و اون سایه که میخواستم به وجود آوردم و جایش هم مشخص کردم. حالا تنها کاری که باید بکنم اینه که اون نوشته‌هایی که توی بک‌گراند میخوام بذارم بغل کاراکترم که کاراکترم معرفی کنم روی اونا کار کنم. قبل از اینکه این کارو بکنم لایه سوژه‌مو میارم لایه بالایی، دو تا لاین میارمش بالاتر. کار بعدی که میکنم چون میخوام لاین نوشته هام و کارهایی که طراحی میخوام بکنم بیفته پشت سوژه، برای اینکه این کارو بکنم لایه هم میارم بالاتر که زیرش خالی بشه. کار بعدی که میکنم توی این بخش من چند تا براش تر آب رنگ دارم، اینا رو میکشم و اینجا میندازم. سایزش بزرگ میکنم. حالا میخوام مثلا این طرحی که زدم مثلا به طور مثال نوشتم و مثلا این سمتش بنویسم. برای این مثلا از براش آب رنگ استفاده میکنی یا هر چیز دیگه ای میشه. بسته به اون طرحی که میخواید بکنید هر چیزی رو میتونید اینجا اضافه کنید. حالا من برای اینکه کارم سریعتر انجام بشه از یه براش آب رنگی استفاده کردم و حالا شما برای خودتون میتونید تنظیمات دیگه یا طراحی دیگه داشته باشید. کار بعدی که میکنم نوشته ای که میخوام و توی این بخش مینویسم. حالا به طور مثال مثلا من اسم خودم رو مینویسم و یا هر چیزی که میخواید و میتونید اینجا اضافه کنید. خب من اینجا اسم خودم رو مینویسم. توی بخش افکت کنترلز هم همونطور که میدونید میتونید اون اندازه و هر تغییرات دیگه ای که میخواید روی اون داشته باشید و توی این بخش انجام بدید. خب همونطور که میبینید طراحی که ما میخواستیم انجام بدیم و انجام دادیم تا اینجا و هیچ نرم افزار دیگه استفاده نکردیم. حالا میخوام بهتون بگم که چجوری اون رنگ آب رنگی که بک‌گراند به رنگ مشکیه به یه رنگ دیگه تبدیلش کنید. برای اینکه این کارو بکنید میام توی بخش افکت اینجا سرچ میکنم Change to Color. اینجا خودش گزینه شو من میکشم و روی لایه آب رنگم یا لایه بک‌گراندم میندازم. اینجا توی بخش اول اون رنگی که پایه است رو انتخاب میکنید. رنگ آب رنگ ما مشکیه، اینجا رنگ آب رنگ رو انتخاب میکنیم که مشکیه. توی بخش دوم اون رنگی که میخواید تغییر کنه به اون رنگ رو اینجا انتخاب میکنید. حالا به طور مثال من اینجا روی گزینه قرمز میزنم. حالا اینجا گزینه چنج داره، یعنی آپشن چنجش. هیو رو روی گزینه آخر هیو لایتنس اند سچوریشن میذارم و کار بعدی که باید بکنم اینه که توی این بخش هیو رو تا ته زیاد کنم. همونطور که میبینید رنگ بک‌گراند یعنی رنگ آب رنگ عوض شد. حالا بخوایم رنگ‌های دیگه هم تبدیلش کنیم میتونیم خودمون دستی اینجا انتخاب کنیم و رنگ‌های دیگه روش بذاریم. من اینجام که تجربیاتمو با شما در میون بذارم. اگر شما هم تجربه خاصی از این ترفند معرفی سوژه دارید حتما زیر این ویدیو برامون کامنت بذارید تا بتونیم بیشتر راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. مرسی که این ویدیو رو دنبال میکنید. مخلص.